سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. اکنون که به گذشته فکر می‌کنم، به روزگار سیاهی که از سر گذراندم، به قلب شکسته پدرم که تا آخرین دم حیات نگران من بود، به مادرم که مسبب تمام بدبختی‌ها و سیه‌روزی‌های من بود، هنوز هم پدرم را می‌بینم که با پای لنگش که یادگار به توپ بستن مجلس توسط قزاق‌های لیاخوف روسی بود، طول حیات خانه را می‌پیمود و از کنار حوض که گلدان‌های شمعدانی را دورش چیده بودند، به طرف طناب رخت می‌رفت و لباس‌های من را که برای خوش شدن روی طناب پهن بود، برمی‌داشت و باز لنگان لنگان به کنجی می‌خزید و بی صدا می‌گریست و سرش را در میان لباس فرو می‌برد. من هستی باخته هم از پشت شیشه شکسته اتاق این صحنه را نظاره می‌کردم، بیان که بزرگی و هیبت دردهای پدرم را دریابم. این نوشته با بخشی از مقدمه کتاب تا سیاهی در دام شاه آغاز می شود. کتابی که زندگی خود نوشته پروین قفاری هست. زنی که به گفته خودش در بین سالهای 1326 تا 1328 معشوقه محمد رضا شاه پهلوی بوده و به متلایی شهر معروف بود. همون زنی که در مجموعه تلویزیونی معمای شاه با بازی آرام جعفری بخشی از قسمت‌های 18 و 19 این مجموعه پرتمطراق تاریخی رو به خودش اختصاص داده بود. دختر جوانی از طبقه متوسط که با رویای ملکه شدن قدم به کاخی گذاشت که آرزوهایش رو به باد داد. پروین قفاری بر اساس آنچه در خاطراتش نوشته از طبقه متوسط بوده. پروین پدرش رو مخالف رابطه او با شاه میدونست. من بسیار حقارت‌هایی را که در دربار می‌کشیدم برای او نقل نمی‌کردم تا مبادا زخم روحش عمیق‌تر شود، اما او می‌دانست که در محافل شبانه درباری فاسد خیری برای دختر زیبا و جوان او متصور نیست. اما پروین قفاری به هشدار پدرش اعتنایی نداشت و برای رسیدن به مقام ملکه ایران از هیچ تأخیری ناراحت نشد. او گفته من در رویای ملکه شدن و راهیابی به دربار و شرکت جستن در شبنشینی های باشکوه به همه چیز، حتی پدرم که اون همه دوستم می داشت، پشت پا زدم. فکر باطل من این بود که تصور می کردم خواهم توانست محمد رضا را مفتون خود کنم و او سرانجام با من ازدواج رسمی خواهد کرد. پروین قفاری درست در زمانی وارد دربار ایران می شود که شاه بعد از 2 سال از بازگشت فوزیه به مصر به دنبال زنی می گردد که بتواند تا زمانی که خانواده یا درباریان ملکه بعدی را پیدا کنند وقتش را پر کنند. این قرعه به نام پروین می خورد. دختری 16 ساله که با موهای طلاییش در منطقه میدان بهارستان شناخته می شود. این دختر جوان که در دبیرستان شاهدوغ در خیابان شاه‌آباد درس می‌خواند، آرزوی خواننده شدن در سر داشت. او پیش از آشنایی با شاه ایران قرار بود با مرد جوانی به اسم علی آشوری ازدواج کند. این وصلت تا عقد پیش رفت و قرار بود مقدمات مجلس عروسی گذاشته شوند که آشنایی او با شاه پیش اومد. او نوشته علی وقتی که به همراه پدرش برای تماشای نمایشنامه‌ای به دبیرستان شاهدوغ آمده بودند، مرا دیدند و پسندیدند. یادم میاد که در آغاز نمایش نقاشی با قلم و گل‌های مختلفی رو ترسیم می‌کرد و بعد عطری در صحنه پراکنده می‌شد تا بوی گل‌ها رو به حضار القا کنه. من و دوستانم هم نقش گل‌ها رو بازی می‌کردیم. در اون روز خاص شمس پهلوی با همسرش فریدون جم هم در این مراسم شرکت کرده بود. پروین بعد از خواستگاری با وجود نارضایتی با علی آشوری نامزد می‌کند. نامزدش جوان بدی نبود، اما از اونجایی که پروین احساسی نسبت به او نداشت، اختلاف از همون فردای عقدکنان شروع شد. او مادرش رو مقصر ازدواجش با علی آشوری می‌داند و معتقد است که این توطئه‌ای با هدف رفت و آمد مادر جاه‌طلبش برای همراهی با خانواده‌های درجه اول بوده. اما در یکی از روزهایی که برای گردش به خیابان رفته بود، زندگیش برای همیشه تغییر می‌کند. او در وقت برگشت در خیابان ژاله با ماشینی سیاه رنگ مواجه می‌شود که او را تعقیب می‌کند. او آنچنان که نوشته چندین بار با حرکت دست به راننده که عینک تیره‌ای داشته اشاره می‌کند که مزاحم نشود، اما اون مرد تا کوچه پشت مدرسه سپهسالار او را تعقیب می‌کند. این اتفاق چندین بار دیگر تکرار شد و در نهایت شاه با نشان دادن خود به پروین از او می‌خواهد که گاهی همدیگر را ببینند. شاه به او قول می‌دهد که موجبات طلاقش را از علی آشوری فراهم کند. با فسخ طلاق از آشوری او آزاد شده بود تا به رویای ملکه شدن بیاندیشد. در نهایت هم روزی شاه راننده مخصوص خود را به خانه اونها فرستاد و خبر داد که ساعت 7:30 شب قرار است او را به کاخ سعدآباد ببرند.
او با اشاره به گیسوان بلند و طلایی خود با خیال اینکه با این گیسو دست و پای شاه رو خواهد بست برای رسیدن به اون شب آماده شد. البته برای رفتن به این قرار یک مخالف جدی وجود داشت و اون هم پدر پروین بود که معتقد بود با این کار دخترش رو به گورستان خواهد فرستاد. پروین قفاری در نخستین شب حضورش در کاخ با سالنی خالی روبرو شد که هیچ کس به استقبالش نیامده بود. او از این اتفاق جا خورد اما به روی خودش نیاورد. همونطور که در ابهت کاخ غرق شده بود، شاه که مست بود او رو به اتاق پذیرایی برد. پروین قفاری دختری از طبقه متوسط بود. دخترانی که در رویای پیدا شدن شاهزاده شبها میخوابیدند و اون شب به جای شاهزاده شاه رو یافته بود. اما صبح این رویا به پایان رسید. او وقتی بیدار شد کسی رو در اطرافش ندید و خودش تنها بود. سر میز صبحانه شاه به او وعده ازدواج داد و از او خواست به پدر و مادرش تا رسمی شدن رابطهشون حرفی نزند. اما حضور 3 روز در هفته در کاخ و در کنار شاه حرفی برای گفتن هم باقی نمیگذاشت. یک خیاط و آرایشگر برای او استخدام کردند تا او رو برای دیدار با شاه آماده کنند. اما این دیدارها در نیمه شب به پایان میرسید و پروین به خانه باز میگشت. تنها کسی که میدید هم راننده مخصوص شاه بود. در پایان این دیدار هم یک تکه طلا به او هدیه میداد و او رو روانه خانه میکرد. شاه بعد از مدتی تصمیم گرفت تا خانه ای رو برای پروین و مادرش در خیابان کاخ بخرد و با ماهیانه 5000 تومان مقرری زندگیش را مستقل کند. شاه خانه رو به این بهانه میخرد که پروین در نزدیکی کاخ مرمر باشد. شاه به شرط آنکه او مواظب چاق شدن باشد و حامله نشود به او وعده ادامه رابطهش با پروین را میدهد. این همان زمانی بود که پروین حامل است و این راز رو با شاه در میان میگذارد و از او میخواهد تا عقدش کند. پروین قفاری شاه رو چنان که در کتابش نوشته تهدید میکند که اگر عقدش نکند آبرویش را خواهد برد. این تهدید باعث درگیری میان پروین قفاری و شاه شد و شاه بعد از تهدیدش با ته تپانچه به سر او میزند. این دعوا که چندین روز طول کشید در نهایت با اهدای خانه کاخ و قول برای عقد کردن پروین و تضمین دادن برای سقط جنین به پایان میرسد. شاه به این بهانه که هنوز فوزیه را طلاق نداده پس فعلا نمیتواند او را عقد رسمی کند، پروین را صیغه میکند. پروین در مجلسی که هیچ کدام از اعضای خانوادهش حضور نداشتند صیغه شاه میشود. این مجلس نخستین دیدار او با اعضای خانواده سلطنتی به جز مادر شاه است. سید حسن امامی امام جمعه تهران صیغه آنها را خواند. او در این مجلس بارها مورد حمله اشرف پهلوی قرار گرفت. در نهایت بعد از این شب شاه و پروین چند روزی به بابلسر می روند و بعد از این سفر است که او در مطب دکتر پزشکیان در خیابان سیروس توسط پروفسور عدل سقط جنین می کند. این کورتاژ باعث مشکلاتی برای پروین شد و در نهایت چندین هفته او رو بر بستر بیماری انداخت. اما با جاری شدن صیغه میان شاه و او روابط اونها شکل رسمی تری گرفت و او در مهمانی های دربار هم شرکت میکرد. او در 2 سال 1326 تا 1328 با شاه رابطه نزدیکی داشت. هرچند که پروین قفاری بیشتر به تجملات و زندگی روزمره در دربار دلبسته بود و با توجه به اینکه میدانست شاه به زودی او را از دربار بیرون میکند، سعی میکرد روابطش را با نزدیکان شاه و درباریان گسترش بدهد. البته پروین قفاری در خاطراتش بارها خودش را دختری چشم و گوش بسته میداند که در دام شاه افتاده است. اما در جایی از خاطراتش به مصاحبت با مردانی چون دکتر عبدالکریم عیادی و غلامرضا پهلوی اشاره می کند. او اواخر سال 1328 با شاه دچار اختلاف می شود و به همراه مادرش مهمانی های بزرگی را برگزار می کند و در این مهمانی ها با مردان زیادی معاشرت می کند. او نوشته در شهر شهرت زیبایی من پیچیده است. مردان همه در بوسیدن تنم با یکدیگر سبقت می گیرند. پدر و 2 خواهر و ایرج برادرم به کلی من و مادرم رو فراموش کردند. ما هم بی آنان خوشیم و در منجلابی که خودمان پدید آوردیم غوطه می‌خوریم. مثل جغد شدم. روزها می‌خوابم و شب‌ها در پی شکار می‌روم. می‌دانم خبر هرزگری‌های من به گوش شاه می‌رسد. خوشحالم که او با شنیدن این اخباری که یقیناً با آب و تاب بیشتری برای او نقل می‌شود رنج می‌برد. شهرت پروین آنقدر زیاد می‌شود که زنانی هم تصمیم می‌گیرند با نام او بخخازی از مردان دست بزنند. اما او هم در این مدت با افراد صاحب نفوذ و نزدیکان شاه رابطه برقرار می کند. مطب دکتر عیادی در خیابان کاخ بود. عیادی به دلیل نزدیکی محل کارش به خانه پروین زیاد به خانه آنها می آمد. اما او تنها معشوقه پروین قفاری نبود. غلامرضا پهلوی هم با او رابطه داشت و در یکی از شبهایی که با او بود خبر نامزدی شاه با ثریا اسفندیاری را می دهد. البته پروین قفاری مسبب اصلی جداییش از شاه را اشرف می داند.
هرچند که در واقعیت چنین نبوده و کسی که ثریا را به شاه معرفی می‌کند شمس پهلوی بود که در خانه یکی از دوستانش فروغ ظفر تصویر ثریا را می‌بیند و او را به شاه معرفی می‌کند. در مهر ماه 1329 فردوس به خانه پروین قفاری می‌رود و با مقداری پول نقد و سند خانه کاخ از او می‌خواهد که دیگر به شاه فکر نکند. در 23 بهمن 1329 ثریا به طور رسمی همسر شاه می‌شود. او بعد از ازدواج شاه با ثریا به روابطش با ایادی و غلامرضا پهلوی و سرگرد خاتم خلبان مخصوص شاه ادامه می‌دهد. فیلم فریاد نیمه شب ساموئل خاچیکیان و بنبست میرمهدی صمدزاده و زن و عروسک‌هایش به کارگردانی اسماعیل ریاحی فیلم‌هایی هستند که پری قفاری بازی می‌کند. در میان فیلم‌هایی که پروین بازی می‌کند، فیلم موطلایی شهر ما که داستان زندگی خودش هم هست، به کارگردانی عباس شباویز نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. البته عمر حضور پروین قفاری با شکست‌های تجاری فیلم‌هایش زیاد طول نکشید. پری قفاری خاطرات خودش رو که در مورد روابط عاشقانه او با محمد رضا پهلوی بود در کتابی به نام تا سیاهی در دام شاه منتشر کرد. این کتاب فقط یک بار در سال 1376 منتشر شد. پروین قفاری در شامگاه 11 تیر 1392 در سن 83 سالگی در تنهایی و در شهر نوشهر درگذشت و در همان شهر مدفون گردید تا خاطرات موطلای شهر به خاک سپرده شود. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.